با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 13 ماه عقرب سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. تعهد ریاست جمهوری برای معرفی نامزد وزیران تا 2 هفته آینده. کار روی تشکیل کابینه جدید ادامه داره و تا 2 هفته آینده انشاءالله ما شاید پیشرفت‌ها در این عرصه خواهد بودیم. عملی نشدن بسیاری از بخش‌های حکم رئیس جمهور در برای کابل بانک. امیر رسانه‌ای سخت یک تعداد نفر از پیش ما گریخت و ما کسایی که در داخل است با پلیس خود تماس هستیم و یک تعداد نفر که در خارج است با اینترپول در تماس هستیم. انتقاد شمار از اعضای مجلس نمایندگان از قرارداد دیجیتال سازی رسانه ها. با خواست حکومت پاکستان شهروندانش برای نگهداشت صلح و قانون. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. تا 2 هفته دیگر سرنوشت کابینه افغانستان روشن خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که رئیس جمهور غنی چنان که تعهد کرده است 45 روز پس از مراسم سوگند کابینش را اعلام خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور میافزاید که کار روی ایجاد کابینه تازه به شدت ادامه دارد و تا 2 هفته دیگر در معرفی اعضای کابینه پیشرفتهایی به میان خواهند آمد. در حالی که گزارش‌های تایید ناشده میگویند که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی حکومت تاکنون در این باره به توافق نرسیدند، اما سخنگوی رئیس جمهور میگوید که گفتگوها برای تشکیل کابینه تازه ادامه دارند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. 37 روز از مراسم سوگند میگذرد، اما هنوز هم بسیاری از مقام‌های حکومت به حیث سرپرست کار میکنند. این هم چندمین نشست شورای وزیران به رهبری رئیس اجرایی حکومت است که با حضور وزیران سرپرست برگزار می شود. عبدالله رئیس اجرایی حکومت این نشست را با ستایش از نیروهای امنیتی کشور در تأمین امنیت روز عاشورا آغاز می کند. جای افتخار است و تشکر می کنم از نیروهای امنیتی به خاطر اینکه در تأمین امنیت سراسری در این روز و در مراسم برگزاری روز عاشورا همکاری جدی و توجه فوق‌العاده جدی کردن. در حالی که همگان در انتظار اعلام کابینه تازه هستند تا به کندکاری های وزارت ها پایان داده شود و نیز مردم از سردرگمی ها نجات یابند، سخنگوی رئیس جمهور میگوید که رئیس جمهور غنی بر بنیاد تعهدی که کرده است 45 روز پس از مراسم سوگندش کابینه را اعلام خواهد کرد. بر بنیاد این گفته ها تا 10 روز دیگر باید کابینه حکومت وحدت ملی معرفی شود. با 45 روز تانوز تکمیل نشده و مطابق وعده که رئیس جمهور افغانستان سپرده بود کار روی تشکیل کابینه جدید ادامه داره و تا 2 هفته آینده انشاءالله ما شاید پیشرفت‌ها در این عرصه خواهد بودیم. در حالی که گزارش های وجود دارند که رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه هنوز هم بر سر اعلام کابینه و انتخاب چهره ها به توافق نرسیدند، اما سخنگوی رئیس جمهور میگوید که گفتگوها و کار برای ایجاد کابینه تازه به شدت ادامه دارند. بحث ها به خاطر تشکیل کابینه در 2 بخش جریان داره، یکی در بخش رهبریت برای وزارت خانه ها و هم در بخش دوم مسئله بخش تکنیکیش است. در حالی که فضای سرد و بیکاری در وزارت‌ها بر زندگی مردم اثر می‌گذارد و کارهای مردم از روز به روزهای دیگر واگذاشته می‌شوند، اما به نظر می‌رسد که رئیس جمهور تلاش دارد که پس از اصلاحات ژرف در وزارت‌ها و نهادهای دولتی کابینه تازه را اعلام کند. یک چند روز دیگر هم به خاطر از اینکه یک کابینه بسیار کارا به وجود بیاید، این هم مردم افغانستان تحمل میکنن، اما اگر کابینه نادرست و با شخصیت های نادرست یک بار دیگر به افغانستان بیه، ممکن است که مردم افغانستان باز تاثیرشان بیشتر شود. تا 1 ماه دیگر نشست لندن برگزار خواهد شد و قرار است که رئیس جمهور غنی در نخستین روز ماه دسامبر با برخی از اعضای کابینه تازه‌اش در نشست لندن شرکت کند. در این حال شمار از اعضای مجلس سنا از حکومت وحدت ملی می خواهند که نامزد وزیران کابینه را هر چیز زودتر معرفی نماید.
این سناتوران از افزایش نامنی ها در عبارتهای کشور سخن میزنند و میگویند که علت افزایش نامنی ها معرفی نشدن کابینه تازه است. این سناتوران میگویند که اگر حکومت اعضای کابینه را به زودی معرفی نکند، افزای امنیتی و اقتصادی کشور بدتر خواهد شد. شماری از سناتوران در مجلس سنا از افزایش نامنی ها در کشور نگران هستند. این سناتوران میگویند انتظار داشتند که با ایجاد حکومت وحدت ملی اوضاع امنیتی و اقتصادی در کشور بهتر شود، اما نبردهای نیروهای بومی با مخالفان مصالح دولت افزایش یافتند. آنان می افزایند که حکومت درباره افزایش ناامنی ها باید یک موضع‌گیری روشن داشته باشد. انتظار مردم افغانستان است که حکومت وحدت ملی باید با وضعیت امنیتی یک سر و سامان بدهد. این سناتوران علت افزایش حمله های انتحاری، انفجاری و ادامه نبردها را میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح دولت در اعلام نشدن کابینه تازه می دانند و از حکومت وحدت ملی می خواهند که هرچه زودتر اعضای کابینه را معرفی نماید. هر قدر که کابینه در افغانستان به تعویق بفته و اعلان نشه و وزرای جدید چوکی خود اشغال نکنند، متاسفانه وضعیت در افغانستان به باور ما درست نخواهد شد. از آغاز کار حکومت وحدت ملی بیشتر از یک ماه می گذرد. اما تا کنون وزیران، والیان، فرماندهان پلیس و شماری از مقام های دیگر حکومت به حیث سرپرست کار می کنند و روشن نیست که حکومت چه زمانی چهره های تازه را در این مقام ها معرفی خواهد کرد. از میان 50 بدهکار کابل بانک تا کنون 7 تن آنان برای پرداخت قرضه هایشان احضار شدند، در حالی که رئیس جمهور یک ماه پیش با حکم به مدیریت تصفیه کابل بانک دستور داد که پس از صدور این حکم تمامی بدهکاران این بانک را در مدت 5 روز احضار کند، اما تا کنون 7 تن آنان که بدهکاران کوچک هستند احضار شدند. مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که این نهاد فهرست نامهای آنان را به لوی سارنوالی و پلیس کابل داده است، اما این نهادها تا کنون به احضار تمامی بدهکاران موفق نشدند. صالح صداد گزارش میدهد. بر بنیاد حکم رئیس جمهور غنی، مدیریت تصفیه کابل بانک در 5 روز تمامی بدهکاران کابل بانک را باید احضار می کرد و بدهکاران باید قرضه هایشان را می پرداختند. اکنون که از این حکم بیشتر از یک ماه می گذرد، از میان 50 بدهکار تنها 7 بدهکار احضار شدند و بیشتر آنان هنوز هم حاضر به پرداخت قرضه هایشان نیستند. تا کنون 7 مقروض پلیس محترم ملی برای ما حاضر کردن که از او جمله 3 نفر از او که قرضای کوچک داشت تصفیه کرده. لوی سارنولی هشدار داده است که هرگاه بدهکاران حاضر نشوند، در غیاب آنان فیصله ها صادر خواهند شد. لوی سارنولی بارها از فرستادن پرونده های بحران کابل بانک بعد دادگاهی عالی خبر داده است، اما دادگاهی عالی پرونده های فرستاده شده از سوی لوی سارنولی را ناقص می داند. لوی سارنولی می گوید که نقایص این پرونده ها در 2 روز دیگر برطرف خواهند شد. ته مرحله که در محکمه است، بررسی محکمه را اصلا ما نمیتونیم که قضاوت کنیم، اما ما در سارنوالی چون اینجا سرزی کار کردیم قدر وارد هستیم که در ظرف 2 روز بسیار به صورت فوق‌العاده امی توضیحات که یا میخواهی از ما خلایی که میخواهی میره تکمیل کرده خدمتشان روان کنیم. در این حکم رئیس جمهور غنی به لوی سارنوالی دستور داده است که در 15 روز تمامی متهمان بحران کابل بانک را زیر پایگرد عدلی قرار دهد، اما تا کنون تنها 8 تن بازداشت شدند. امیر رسانه‌ای سخت یک تعداد نفر از پیش ما گریخت و ما کسایی که در داخل است با پلیس خود تماس هستیم و یک تعداد نفری که در خارج است با اینترپول در تماس هستیم. مهلت برای شناسایی و دارایی کابل بانک در بیرون از کشور نیز 10 روز به وزارت امور خارجه بود. اکنون که از این حکم بیشتر از یک ماه می‌گذرد، وزارت امور خارجه می‌گوید که نامه‌های به چند کشور فرستاده‌اند و انتظار همکاری این کشورها را می‌کشند. وزارت امور خارجه مکلفیت داره که تا حدی که مربوطش میشه و در توانش هست تلاش لازم را به خرج بده و امیدوار هستیم که تا زمانی که از فرصت باقی مانده نتایج قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم.
بر بنیاد حکم رئیس جمهور غنی تا پایان هفته آینده باید به بحران کابل بانک رسیدگی شود، اما تا کنون بدهکاران قرضه هایشان را نپرداختند و متهمان با تضمین نهادهای دولتی و دیپلماتیک فرار کردند. دیده شود که رئیس جمهور در بزرگترین آزمون در کار مبارزه با فساد تا چه اندازه پیروز خواهد بود. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در قرارداد پرسش برانگیز و بیداوطلبی نشرات دیجیتالی را به شرکت ABS سپرده است. شمار از نمایندگان مجلس با ابراز این مطلب میگویند که تمامی رسانه‌های کشور باید از داوطلبی‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی آگاهی داشته باشند. این نمایندگان بر شفافیت بیشتر در این قراردادها تاکید می‌ورزند و میگویند که با راه اندازی چنین برنامه‌های پرسش برانگیز از احتمال آوردن سانسور بر نشرات رسانه‌های کشور نگران هستند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. پس از خریداری ماهواره افغانسات 1، توقع می‌رفت تا نشرات رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور دیجیتالی و گسترده شوند. اما نمایندگان مجلس از چگونگی عقد قرارداد از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به داوطلبی با یک شرکت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این قرارداد بسیار پرسش برانگیز است. انتظارات عمی بود و هست که وزارت مخابرات افغانستان با در نظر داشت قوانین نافذه کشور و با در نظر داشت شفافیتی که وجود داره این قرارداد با داوطلبی میگذاشتن و از جانب دیگه که یک پیام مثبت دیگه ای را برای رسانه ها داده میدادن اینا که قابل قبول می بود. شکایتون رسیده لیده چی جناب وزیر صاحب مخابرات دغه قرارداد داوطلبی ته نه دی وړاندې کړی او دوی خپل شخصي یا داسې په خپل سره د قرارداد په خپله نفعه یعنی یا خپله کاریف ته یا داسې د دوی د نږدې دوستان څخه کړی دی. این برنامه به تاریخ 9 سنبله سال جاری از سوی معاون دوم رئیس جمهور پیشین و وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گشایش یافت و علت بنیادی آغاز این برنامه مبدل کردن نشرات آنالوگ رسانه ها به دیجیتال گفته شده است. اما اکنون نگرانی ها از آوردن سانسور بر نشرات رسانه های کشور در نبود شفافیت از سوی دولت افزایش یافتند و این شرکت دکمه نشرات تمامی رسانه ها را در کشور در دست خواهد داشت. شمایی هست که اگر سیستم دیجیتالی شونه اینا میتونه که تمام مطبوعات اینا سانسور بکنه یا کنترل بکنه و هر چیزی که دل حکومت شد بتونه که پخش کنه و اگر دلشان نشد میتونه که او را سانسور بکنه. پرسش اینجاست که آیا پس از این که نشرات تلویزیون ها در کشور دیجیتالی شوند، شرکت ABS که این قرارداد را به دست آورده است خواهد توانست که به گونه دوامدار خدمات عرضه کند؟ در حال حاضر 35 تلویزیون و 62 رادیو در پایتخت و 54 تلویزیون و 160 رادیو در ولایت های کشور فعالیت دارند، اما هنوز هم بسیاری از شهروندان کشور در شماری از روستاها حتی به تلویزیون های دولتی دسترسی ندارن. خواستیم در این باره نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و شرکت ABS را داشته باشیم، اما به این کار موفق نشدیم. رئیس جمهور غنی به نهادهای امنیتی دستور داده است تا عاملان تجاوز گروهی بر همسر یک سرباز پلیس را بیدرنگ بازداشت کنند. رئیس جمهور غنی در یک گفتگوی تلفنی با این مرد به اطمینان داده است که عدالت را تامین خواهد کرد و عاملان تجاوز گروهی بر همسر این مرد را مجازات خواهد کرد. در این حال یکی از مقام های پیشین ریاست پاسپورت که از سوی این سرباز با پشتیبانی از تجاوزگران متهم شده بود میگوید که وی در این رویداد هیچ نقش نداشته است و این خانواده در دادگاه به وی برائت داده است. در گزارش تلو نیوز، مردی که بر همسرش تجاوز گروهی شده بود از رئیس جمهور غنی خواهان عدالت شد. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. با همه تدابیر شدید امنیتی و جابجا شدن 12,000 نیروی امنیتی در اسلام آباد، پاکستان امروز گواه یک انفجار بود. به گفته مقام های پاکستانی، انفجار در خیبر جنسی رخ داد و در آن دو عضو کمیته صلح و دو تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. در این حال رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از شهروندان این کشور میخواهد تا از تلاش های حکومت برای نگهداشت صلح و قانون پشتیبانی کنند.
همزمان با بزرگداشت از روز عاشورا در پاکستان، این کشور به روز سه شنبه دو عضو کمیته صلح و دو تن از نیروهای امنیتیش را از دست داد، در حالی که در حدود 12,000 نیروی امنیتی تنها برای تامین امنیت مراسم عاشورا در پایتخت پاکستان جابجا شدند و خدمات تلفن‌های همراه در این روز به حالت تعلیق درآمدند، با این هم انفجار در منطقه لندی کوتل خیبر ایجنسی رخ داد. در همین حال رئیس پلیس شهر کراچی بر پیکار با هراس افغانی تاکید می‌ورزد. بیش از 21,000 کارمند عملی کننده قانون برای وظایف امنیتی گماشته شدند. ما برای تأمین امنیت یک برنامه فراگیر داریم. در همین حال نخست وزیر پاکستان که به مناسبت از روز عاشورا سخن می گفت، می گوید که قیام امام حسین به ما می آموزاند که در برابر خودکامگان و نظام بی‌عدالتی ایستادگی شود. نواز شریف از نیروهای امنیتی پاکستان نیز می خواهد تا برای تامین امنیت شهروندان این کشور هرچه در توان دارند بکوشند. این درخواست نخست وزیر پاکستان در حال صورت می گیرد که شام روز یک شنبه یک حمله انتحاری در بندر در واگه 60 کشته و بیش از 120 زخمی بر جا گذاشت. نگهبانان یک جنگل در ایالت گجرات هند یک شیر گیر مانده در یک چاه آب را نجات دادند. با گفته مقام‌های هندی، این شیر آسیایی پس از داخل شدن به یک روستای نزدیک جنگل در یک چاه آب افتاده بود. شیرهای آسیایی تنها در هند پیدا می شوند و تنها 300 نوع آن در پارک ملی گجرات زندگی می کنند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. به زودی یک هیئت چینی به افغانستان خواهد آمد تا امکانات ساخت جاده واخان‌چین را در مسیر راه قدیمی ابریشم بررسی کند. اتاقای تجارت و صنایع می گوید که باز کردن یک راه نزدیک و ارزان بازرگانی به ترانزیتی میان چین و افغانستان مورد استقبال هر دو کشور قرار گرفته است و قرار است در این زمینه به گونه جدی کار شود. به گفته مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع، عملی شدن توافقاتی که میان چین و افغانستان در زمینه های بازرگانی و سرمایه گذاری در جریان سفر رئیس جمهور به چین صورت گرفته اند می تواند رابطه بازرگانی و اقتصادی افغانستان را با چین به چندین برابر برساند. گیتی محسنی در این باره گزارش تهیه کرده است. نمایندگان بخش خصوصی افغانستان که با رئیس جمهور به چین رفته بودند، اکنون پس از بازگشت از چین به عملی شدن توافقنامه های اقتصادی و بازرگانی که با چین امضا شدند، خوشبین هستند. با گفته مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع، چین برای سرمایه گذاری در بخش های مادن، کشاورزی، ساختمانسازی، بانکداری، انرژی و بازرگانی در افغانستان علاقمندی نشان داده است و به زودی یک هیئت از آن کشور برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری و به ویژه ساخت یک جاده ترانزیتی از واخان بدخشان تا چین به افغانستان خواهد آمد. نامه‌ای که بین اتاق تجارت افغانستان و فدراسیون صنایع و تجارت چین امضا شده و موضوعاتی که در اوج مورد بحث قرار گرفته که ما یک قسمت از او را در اعلامیه خبری خودم ذکر کردیم و انجام از این تطبیق از این ممکن است در آینده نزدیک ما این را تطبیق خواهیم کرد. شمالی از سرمایه گذاران افغان نیز با خوشبینی بعد توافقهای انجام شده با چین در بخش اقتصاد از حکومت می خواهند تا زمینه عملی شدن این توافقها را در کوتاه مدت فراهم سازد. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان بتونه زمینه را فراهم بکنه تا که این توافقنامه هایی که صورت گرفته اینا عملی شود. یک پالیسی را، یک استراتژی را ما در افغانستان اعلان بکنیم، بعد از او هر کس هم پلان افغانستان میبینه و خود مسئول میبینه، بعد از او میاد در سرمایه گذاری میکنه. با گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر سرمایه گذاران چینی نبود امنیت لازم را بزرگترین چالش در برابر سرمایه گذاری هایشان در افغانستان می دانند. در صورتی که امنیت سرمایه گذاری ها به گونه لازم تامین شود، سرمایه گذاری های زیادی از چین به افغانستان جذب خواهد شد. و این هم یک خبر تازه. گروه جنگجویان طالب بر ساختمان بلسوری شیندند ولایت هرات حمله کردند و همکنون نیز جنگ به شدت میان نیروی امنیتی و طالبان ادامه دارد. بلسوار شیندند این رویداد را تایید می کند و می گوید که نیروهای ارتش با حمله کنندگان درگیر هستند. گفته می شود که تاکنون دو موشک بر ساختمان بلسوری شیندند پرتاب شده است.
و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 75 پول، یک یورو 72 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 945 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 560 افغانی. با عرض سلام، بورد کرکت برگزاری رقابت‌های کرکت چهار روزه حوزه‌های کشور را برای پیشرفت کرکت داخلی و نیز در شناسایی چهره‌های برتر به تیم ملی کرکت اثرگذار می‌داند. رقابت‌های چهار روزه کرکت از 10 روز بدین سو میان 5 حوزه افغانستان در ورزشگاه کرکت کابل جریان دارند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها ارزیابی توانایی‌های بدنی و فنی کرکت بازان کشور گفته شده است. ما چهره‌های بهتر و خوبتر را میتونیم که بر تیم‌های منتخب رایبی پیدا کنیم. در ادامه هفته دوم این رقابت‌ها تا کنون تیم حوزه اسپینغر با 3 پیروزی پی در پی در صدر این رقابت‌ها ایستاده است. تا 10 روز دیگر پایتخت گواه برگزاری رقابت‌های فوتبال باشگاهی قهرمانی حوزه‌های افغانستان خواهد بود. پس از شناسایی 7 تیم قهرمان باشگاه‌های کشور در 7 حوزه، اکنون رقابت‌های قهرمانی حوزه‌های افغانستان در کابل برگزار خواهند شد. دیدارهای برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 8 دیدار آغاز خواهند شد. در مهمترین دار امشب رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابو از لیورپول پذیرایی میکند. یوونتوس با اولمپیاکو، مالمو با اتلتیکو مادرید، بنفیکا با موناکو و آرسنال با اندرلخت بلژیم دیدار میکنند. وبسایت ESPN کریستیانو رونالدو را به عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر فوتبال اروپا معرفی کرد. در این رایگیری کریستیانو رونالدو، الکسیس سانچز و الکساندر لاکازتا مهاجم لیون فرانسه حضور داشتند که رونالدو با 53% به عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر اروپا انتخاب شد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.